با سلام، دومین برنامه نامها و یادها در کنار آقای میرعلی حسینی، شخصیت روزنامه‌نگار، بازیگر تئاتر که حالا بهش خواهیم رسید. روزنامه‌نگار بعد از انقلاب، قبل از انقلاب، و مسیر زندگی که به نظر من کمی متفاوت هست با سایر همکارانمون و دوستانمون. آقای حسینی، بار قبل هنوز در نیمه کار دوبلاژ هستیم، فعالیت شما دونستیم که چه کار میکردید. کار دوبلاژ با کار روزنامه نگاری با شخصیتی که از شما میشناسم آیا همراه بود یا متضاد؟ تضادی نبود. میتونستین هر دو رو انجام بدین؟ بله، به خاطر اینکه آخه فضای بله کاملا فضا متفاوت بود. خبر بخونین جنگ ویتنام، بعد برین با بله یعنی من به واسطه اینکه خیلی زود شروع کردم کار دوبلاژ رو، این جوهر کار در من به وجود اومد. یعنی میشد اظهار عشق کرد بعد از جنگ ویتنام؟ میتونستین بعدش میشد رفت در قالب یک نقشی، چه دراماتیک باشه، چه شاعرانه باشه، چه عاشقانه باشه، صحبت کرد به جای هنرپیشه هایی که نقش رو ایفا کرده بودن. و بعدش با فاصله گرفت وقتی کار تموم شد، بیایی تلویزیون اخبار مختلف رو ببینیم و با توجه به نوع جدی بودن خبر شما خبر رو ارائه میکردیم. من یکی از ویژگی هایی که در خودم به وجود اومد این بود که چه در موقع خوندن شعر، چیا موقع خوندن خبر، احساس خودم رو در خبر نمیگذاشتم. سعی میکردم که خبر به صورت خیلی کاملا خونسا گفته بشه. بعد هم در رادیو فردا دیدم همین کار کردم. در رادیو فردا هم همین طور بود، بله، به خاطر اینکه فکر میکردم که من فقط انتقال دهنده خبر هستم، گزارش دهنده خبر هستم، من نباید از نوع خبر تحت تأثیر قرار بگیرم، به خاطر اینکه ممکن بود اون حسی که مخاطب داره تفاوت داشته باشه با حسی که من دارم. در نتیجه هیچ حسی رو القا نمی‌کردم. در شعر خوندن هم سعی می‌کردم که همیشه معنی شعری که شاعر منظورش بوده من ادا کنم، و در بیان و در صدا، در بیان و در صدا. و زنده یاد شاملوی که باش معاشرت داشتم در بعد از انقلاب، اون همیشه از این نوع شعر خوندن من استقبال میکرد، تشویق میکرد، که حتی یکی دوتا از شعرهاش رو در یک نواری من خوندم و خیلی ایشون مورد توجهش قرار گرفت. نه، تضادی نبود. تنها تضاد میتونست در ساعات کار باشه، اونم به واسطه اینکه کار من از 6 غروب شروع میشد تا 12 شب، میتونستم از 9 صبح تا پیش از 5 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر کار دوبلاژ داشته باشم و بعد بیام تلویزیون از 6. نه، من این تضاد رو از بابت شایستگی کار گفتم، برای که کار آسونی نیست. یعنی کسی که خبر شب و جدی رو میخونه، حالا جنگ ویتنام یا هر جنگی یا هر آمد و شد، و بعد بره احتمالاً یک صدای عاشقانه یا یک صدای کارمند یا هر نقشی که در فیلم ها با هم، حتی وسترن فرض کن، نقشه کوچیک و بزرگ. بله، و یکی دیگه از ویژگی های کاری که من داشتم که اون رو واقعاً خیلی بهش مغرور هستم این بود که از من خواسته شده بود که فیلم های مستند انجمن ملی جغرافیا، نشنال جیوگرافیا، انجمن ملی جغرافیا ترجمه میکردیم در ایران در اون زمان. حدود 250 ساعت فیلم بود که گفتارش رو من به هست. اینا یا اینا از بین بردن؟ تلویزیون جمهوری اسلامی مدتی بعد از انقلاب اینا رو پخش میکرد با صدای من. آجه، چون که متاسفانه برنامه‌های رادیویی ما همش تبدیل شد به پاک کردن، روش تحریم هم بودن، روش نماز جمعه و این چیزا، تمام کارهایی که من تو رادیو تئاتر اینا همه پاک شد. هرچه که با معیارهای مذهبی اونا تضاد نداشت نگه داشتن و استفاده کردن، برای اینکه برنامه‌های غیر چیز بود، به خصوص نگاه سیاسی نداشت، نشنال جیوگرافی. بله بله، به هر حال میگم اگر بخوایم به این جدول زمان و به آهستگی پیش بریم، 100 سال زنده باشین ولی به عمرمون کفاف نمیده. برگردیم به یک واقعه بسیار مهم در تلویزیون، روزی که تلویزیون رنگی شد و شبکه 2 و 1 به رقابت، که اونجا دیگه نزدیکتر به هم بودیم و همکار. شما در اون وضعیت چیکار میکردید و اصلا رنگی شدن تلویزیون بگین، که به نظر من خیلی مهم بود.
بله موقعی که درست 1355 بود مهر ماه فکر کنم که تلویزیون رنگی شد. پیش از رنگی شدن در تلویزیون یک کلاس روزنامه‌نگاری برای اینکه تمام کسانی که گوینده خبر بودن یا کار روزنامه‌نگاری می‌دونستن بتونن اطلاعاتشون رو با سیستم روزنامه‌نگاری تلویزیون به روز بکنن، برای روز آمد کردن این اطلاعات یک دوره 3-4 ماهه بود که گروه تامسون اومده بود به ایران، شامل روزنامه‌نگارای انگلیسی و آمریکایی، که تکنیک نوشتن خبر روی تصویر و نوع اجرای خبر، اینها رو همه رو درجا به صورت یک پکیج، یک مجموعه تدریس می‌کردن. ما این دوره رو دیدیم و همزمان یکی از مسئولان مدیر خبر شبکه 2 به من گفتش که تو میتونی برای ما یک آرم خبر درست کنی. آقای گلی تلویزیون رنگی؟ نه، آقای شوشتری بود. مدیر خبر ببخش. و بدین ترتیب من مصمم شدم و یادمه گفتم که بله حتما، و یک آرم خبر درست کردم که 5 قاره رو با تصاویر مختلف 40 ثانیه یا 30 ثانیه طول می‌کشی و در عرض این 30 ثانیه در 40 در 5 قاره تصاویر مختلف میومد، هر کدوم 1 ثانیه 2 ثانیه، خیلی زیاد بود. موزیک فیلمه؟ بعد برای موزیکش هر چی این بر برگشتم پیدا نکردم. بعد رفتم سراغ آقای شاهید که شما باشین، گفتم که در موسیقی های فیلمی که شما دارین هست من موسیقی که بتونم استفاده کنم برای آرم خبر که خیلی ریتم داشته باشه و بخونه به این تغییر تصاویر در فاصله با ضرب آهنگ یک ثانیه یک ثانیه، و چندین موزیک شما گذاشتین گوش کردیم و رسیدیم به فیلم موزیک دشت های میسوری. بله، دشت های میسوری، کارگردانش آرتور پن بود و موسیقیش خیلی چسبید به این آرمی. یادمه هیجانی که ایشون داشت قبل از اینکه حتی موزیکو ببینه، حالا خب ما با هم دوست بودیم و درد دل میکردیم، ولی پیدا کرده بود برای اینکه با دستانش به من میگفت که این موزیک چیه، یعنی احتیاج به کنجکاوی و تخصص نبود. بله، بعد که تلویزیون رنگی شد این آرم مورد توجه، خیلی آرم خبر مورد توجه بله. قرار گرفت. بعد موقع انتخاب مجری خبر ساعت 9:30 شب، اون موقع شما نبودین؟ کانال 2 شد. بودین بود. با فرهندوز بودین؟ که پیش از این که راه بیفته گفتن که باید دو نفر پیدا کنیم که هر کدوم یک شب در میان برنامه خبر ساعت 9:30 شب تلویزیون رنگی کانال 2 رو اجرا کنن، و انتخاب افتاد به قرعه، یا انتخاب افتاد به من و دوست عزیزم فریدون فرهندوز که یک شب ایشون اجرا میکرد. هیچ وقت کنار هم نمی نشستی؟ نه، ولی خب تفاوت آشکار بود که ایشون به مراتب بهتر از من اجرا میکرد. خب این تواضع شماست، باید گفته باشم که فرهندوز هر وقت میاد پاریس منزل ایشون. ولی من یادم از خبر که دو نفره اجرا میشد. پیش از این که تلویزیون شبکه یک بود این کارش، نه شبکه 2 بود. پیش از این که تلویزیون رنگی بشه درست در سال 1354 بود، اون موقع من و یک دوست جوان دیگری برنامه یه شهرام میریان؟ نه، مهرداد ملک‌زاده با هم. آه بله بله، یادم اومد. دو نفره اجرا میکردیم. بله، دورانی بود. هر وقت من با آقای نوری‌زاده می‌نشینیم توی استودیو یادمون میره که داریم جلو دوربین حرف میزنیم، خاطرات دو نفره صحبت میکنیم. میگم حالا این مسیر رو من اصرار دارم گفته بشه تا برسیم به روزی که 22 بهمن نام گرفت و انقلاب و آغاز جمهوری اسلامی، تا بدونیم کسانی که تا اون موقع این کارها رو میکردن، شاید نمیخوام بگم تعجب، ولی همه خودیهایی بودیم که کم و زیاد با نگاه های متفاوت عاشق کارمون بودیم. و روزی که خواهش من یک توضیح کوچیکی اضافه کنم برای این، اون عدم نگاه به ساعت کار بود. بله، یعنی که میل به کار و انگیزه کار و آفریدن یه چیزی که تفاوت داشته باشه با کارهای قبلی انقدر زیاد بود که اصلا متوجه نبودیم که بل. چقدر زمان صرفش میشه. اون آرم خبر که گفتم من 4-5 شب تا صبح میشستم این تصاویر رو پیدا میکردم، و
و موقعی که موقع اجرای خبر هم میشد سعی میکردیم زودتر بیایم که آمیخته بشیم با خبر، که فقط گوینده نباشیم، بتونیم اجرا کنیم خبر رو به عنوان کسی که آگاهی داره به اون چی که داره اتفاق میفته. و بعضی وقتا ساعت یک شب میرفتیم، دو روز هم شده بود شنبه بیایم دوشنبه بریم. از اداره چراغ‌های ساختمان پخش تلویزیون و حتی ساختمان تولید شب تا صبح گاه نیمی از این چراغ ها روشن میموند. اونچه که داشتم به عنوان پیگیری تقویم و تاریخ دنبال میکردم موقعی بود که چند نفری از این جمع عاشق کار ناگهان سلیقه متفاوتی پیدا کردن، از جمله دوستمون میرعلی حسینی. و تعجب ما نه برای اینکه انتقاد داشت و انتقادات درست حرفه‌ای، بلکه چگونه این گونه با نوعی نه خشم بلکه دلزدگی از شرایطی که داشت، که حالا به موقع خواهیم پرداخت. ولی واقعا وقتی امروز به گذشته نگاه میکنیم، نه به خاطر اینکه مقایسه کنیم، در این حکومت هم آدم های با استعداد هستن، ولی خب امکان و اجازه بیان و نشون دادن ندارن. ولی به لطف آقای قطبی، به لطف دیگر مدیران شایسته، واقعا یک جایی بود مثل کانون پرورش فکری، مثل فرهنگ هنر، که هنر و ادبیات و فرهنگ جا داشت و ما فقط منتقل کنندگان بودیم، پستچی کار بودیم. و این واقعا به لطف کسانی مثل شما. من کارم تو رادیو بیشتر بود. چه خاطرات خوشی از اون دوره دارین؟ خاطرات خوش که تعدادش خیلی زیاده. خاطرات بد هست، خاطرات خوش هر کدوم دوست داریم. خاطرات خوش به هر حال این هستش که افتخار میکنم که برای افتتاح یکی دوتا از تلویزیون های محلی دیگر در شهرهای دیگه من رو فرستادن. و یادم تلویزیون زاهدان وقتی میخواست را بیفته، ما انقدر عجله داشتیم و حتی پروژکتور نداشتیم، نرسیده بودیم، زورش چلو کباب خورده بودیم، بعد این کاسه های روی چلو کباب که بالاش جنس روحی داشت اون بالاشو بریدیم، بعد لامپ گذاشتیم، سیمو از اون چیزی که جایی که بریده شده بود رد کردیم و حدود 10 تا 15 تا پروژکتور بچهای فنی موقع خیلی فعال بودن گذاشتن و ما تونستیم خبر رو اون شب با این پروژکتورهای حلبی مانند بتونیم روحی مانند به قول شما بتونیم اجرا کنیم. این خاطره خوبی بود. خیلی قشنگ. واقعا همه خاطرات بعد یکی دوتا تصادف بود. در مثلا فرض کنید تلویزیون تبریز بود که من اونجا هم رفته بودم و به عنوان کمکی در یکی از سفرهای کاری، سه نفر از همکارای ما، راننده، فیلمبردار و کمک فیلمبردار، کشته شدن. شما تو ماشین بودی؟ من درست پیش از این که ماشین از شهر خارج بشه فیلمبردار به من گفتش که من یادم رفت به شما بگم ما دو روز از سفرمون، شما باید شب خبر بگیم اینه که شما بیاین پایین. و این خاطره خیلی منو میفهمم تحت تاثیر قرار داد. میفهمم. و خاطرات خوش زیاد هست. فرض کنید که من همیشه افتخار میکنم که برای معرفی برنامه‌های موسیقی کلاسیک از من می‌خواستن، به خاطر اینکه می‌تونستم اسم بزرگان موسیقی کلاسیک رو خوب تلفظ کنم. مثلا فرض کنید آنتون دروژاک یه طوری بود که اون موقع خیلی زحمت می‌کشیدیم تا بتونیم. تازه زبان شما انگلیسی بود ولی فرانسه رو درست یادم نمیاد. ولی این بله چون خب این دروژاک چکیه، نمی‌دونم. و یا کسان دیگه. این همیشه به عنوان یکی از کارهایی بود که من خیلی بهش میبارم. حق دارین و تاییدیه شناسنامه کاری شما همراهشه و تعارف بین دو تا دوست نیست. شما گفتین یادم افتاد. نه. بود. واقعیت میگم به تعداد روزهای کاری، نه شما، برای اینکه عدالت باشه همیشه گفتم در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران نمیشد این کارا رو با پارتی بازی انجام داد. استعدادها حضور داشتن و کار میکردن، حالا بیشتر و کمتر. ببینید ما استادانی داشتیم که وقتی به ما یه چیزی میگفتن که این رو باید اینطوری بگی، بله، ما فوری یاد میگرفتیم و
انجام میدادیم، نمیگفتیم نه آخر ما شنیدیم سرکشی بعد. فرض کنید من یکی از استادانی که به ما میگفتش که شما یادتون باشه که وقتی جلوی دوربین تلویزیون صحبت میکنید بدونید که اون کسی که داره شما رو میبینه و به حرف شما داره توجه میکنه از شما بیشتر شعور داره، در نتیجه به شعور او باید احترام میذارید. رو آقای صدرالدین الهی میگفت، یکی از استادان ما بود. روان ایشون هم شاد که متاسفانه به تازگی فوت کردم. میگم وقت زیادی باز متاسفانه در این دو برنامه نبوده. برنامه سوم میرویم به اون طرف تاریخ، متاسفانه اون طرف که میگم تقویم عدد به این طرف آمد ولی سرنوشت به اون طرف رفت. 22 بهمن 1357.